سلام به همه دوستای باصفا و با مرام موشکاب. میگم همین چهارشنبه که گذشت اوزی جک و جونورها و سگ و سیلاهای بسیجیشو جمع کرد تا شاید با آرت و پورت و قنفوز در کردن منطقه‌ای یه خورده اونا رو چیکار کنه، از گیجی در بیاره و بهشون روحیه بده. اما خودشم تو تناقض حرفاش بنا نسبت حیوان نجیب گیر کرد. طوفان اقصا خاموش شدنی نیست به نظر ما انشاءالله. به حول قوه الهی بدانن که این وضع هم ادامه پیدا نخواهد کرد. حادثه طوفان اقصا یا حادثه تاریخ ساز بود، توانست جدول سیاست‌های آمریکا در این منطقه رو به هم بریزه. انشالله ادامه پیدا بکنه. وابیلا اوزی مفلود، خودت فهمیدی چی گفتی؟ اینطوری که این بسیجی های و مشنگ و بدتر از قبل گیج و بیج کردی که بالاخره این وضع انشالله ادامه پیدا نخواهد کرد و یا انشالله ادامه پیدا بکنه. در ضمن نست ناس نکبتی، منظورت از ادامه پیدا میکنه یعنی چی؟ مرگ و کشتار و بدبختی و نابودی مردم غزه ادامه پیدا کنه که تو کله پوک کله پا نشی؟ حالا بقیه حرفاشو گوش کنی. بسیج برای حد اکثر سازی امکان مقاومت کشور است، در مقابل هر خطری، در مقابل هر تهدیدی. بسیجی ممکنه به یک مطلبی معترض باشه، به یک واقعیتی، به یک شخصی، هیچ اشکالی نداره، اما هنجار شکنی نمیکنه. با دشمن قبلا هم گفتم مخرج مشترک پیدا نمیکنه. اینی که ما از انقلاب و از کشور و از دولت و از مردم و از همسایه و از دوست آشنا و از همه طلبگار باشیم، خودمون رو بدهکار ندونیم، این فرهنگ بسیجی نیست. این کشوری که اینجور پیشرفت میکنه، جایی برای ناامیدی در این کشور وجود داره؟ همه کار شما میتونید بکنید. بله، به زبون خودش داره اعتراف میکنه که نقنوق بدجوریتی بسیج کولاک میکنه. جالبتر از همه اونجاست که میگه ناامید نشین، من میذارم هر غلطی خواستین تو کشور بکنی. یارو رو باش. خب این از پایین نظام. بعدش عظما رفت سراغ بالایی های نظام، ببینیم اونجا چی گفته. از دو قطبی های کاذب بپرهیزید. تو کشور هی دو قطبی درست میکنن، طرفدار زید، طرفدار امر، طرفدار فلانفر، طرفدار حرفا چی؟ اون کسانی که مبانی شما رو، اصول شما رو، دین شما رو، انقلاب شما رو، ولایت فقیه رو، این چیزا رو قبول دارن، برادر شما. حالا گیرم یه اختلاف طریقه هم با شما داشته باشه. یکی از چیزایی که انسان واقعا باید ازش شکوه کنه و گره کنه، بابا بای 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 رفقا، عنایت داشتین؟ وضع اونقدر پتاله که عظما به گریه افتاده. چون آتیش افتاده تو بیت خودش و این سگ و سیلا و جک و جونورای خودشم که به قول اژه گوشقار افتادن به جون همدیگه. میگه بابا با همدیگه وحدت داشته باشی، اما حول چی؟ حول ولایت فقیه
یعنی من هر کی رو گذاشتم بالا سرتون که خواست شما رو جراحی بکنه نطق نکشید. اما عزما خیال کردی با این جراحی ها میتونی از سرنگونی در بری؟ نه والا نه بلا، دوستان رفقا عزت زیاد.